اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم و قتلتهم و ظالمیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض تبریک و تهنیت دارم ایام ولادت آقا حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو پیشا پیش خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید در سلامت و عافیت باشید. انشاءالله ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. ما هم در سرزمین کربلا انشاءالله دعاگوی شما خواهیم بود. امروز هم با برنامه معراج در خدمت شما عزیزان و سروران خودم هستیم. در حضور کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرمن هستم و برنامه رو افتتاح میکنم با عرض سلام و ادب خدمتشون. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکر. بنده هم محضر همه بینندگان عزیز و محترم سلام و عرض ادب دارم و ایام میلاد با سعادت حضرت صامد الحجاج آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام را محضر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم. بله، دیروز در برنامه در اهمیت تلاش و کوشش صحبت فرمودید. بله. و اینکه انسان بایستی تا فرصت داره و قبل از فرا رسیدن مرگ در این دنیا با جدیت به تلاش و کوشش بپردازه و بله. از کسالت و تنبلی پرهیز کنه. درسته. چرا که طبق روایات شریف کم حوصلگی و کسالت دو مانع رسیدن به مطلوب هم در دنیا و آخرت هست و بله. کلید هر شر و زشتی هست. بله. و خداوند متعال بنده ای که بیکار هست و کسی که زیاد میخوابد رو دوست نداره. انشاءالله که ادامه این بحث رو در خدمت شما خواهیم بود با تقدیم حدیثی به بینندگان عزیز. الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. حضرت زهرا علیه السلام در ادامه خطبه نورانیشون به یکی دیگر از فضائل آقا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین اشاره میکنند و میفرمایند قریبا من رسول الله. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام نزدیک بوده به وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، چنان قریب بوده به رسول الله از نظر فکری، از نظر عقلی، از نظر عملی که منصب امامت را خدای عز و جل و منصب خلافت را خداوند به امیر المؤمنین علیه السلام مرحمت کرده. چنان قریب است به رسول الله که قرآن مجید اجر رسالت پیغمبر اکرمش را محبت و مودت به ذوی القربای خودش قرار داده است. یعنی به امیر المؤمنینی که قریب است به رسول الله ماها باید محبت خالصانه داشته باشیم، نه فقط محبت، مودت،
اون خالصه محبت را میفرماید مودت. رو همین جهت، رو جهت این که قریب است آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، میبینیم حضرت در احتجاجشون با ابو بکر مسئله قریب بودنشون به رسول الله را عنوان کردن. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در خصال احتجاج آقا امیر المؤمنین علیه السلام را با ابو بکر را اونجا مفصل ذکر کرده، اون احتجاج را بیش از 40 مورد در اون احتجاج حضرت ذکر کردن که نشان دهنده مقام آقا امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت بهش میفرمایند، به ابو بکر میفرمایند اخبرنی عن الذي يستحق هذا الامر بما يستحقه، تو به من خبر بده اونی که مستحق این امر است، یعنی مستحق امر خلافت است و باید منصب خلافت را داشته باشد، به چه کارهایی مستحق این خلافت می شود؟ آیا بدون استحقاق کرسی خلافت را می گیرد یا باید دارای استحقاق باشه؟ به چه اموری انسان مستحق این منصب می شود؟ ابو بکر در جواب امیر المؤمنین علیه السلام عرض می کند به داشتن چند خصلت و ویژگی. هر کسی این ویژگی ها را داشته باشد، خداوند این منصب خلافت را بهش مرحمت می کند. به نصیحه، اولا باید خیرخواه مسلمین باشد، کسی که خیرخواه مسلمین و برای مسلمین شری نخواهد و وجودش وجود خیر باشد برای مسلمین، خداوند او را به عنوان امام و خلیفه انتخاب می کند. ثانیاً والوفا، باید وفادار باشد، وفادار باشد به رسول الله، وفادار باشد با عهدی که با خدای عز و جل بسته است. ثالثاً و رفع المداهنه، اهل سازش با دشمن نباید باشه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. دیگر اینکه والمحابات، به واسطه یاری کردن دیگران، یاری کردن اهل ایمان، اگر کسی روحیه او روحیه کمک رسانی به دیگرانه و یاری کردن دیگرانه، خدای عزوجل این منصب را بهش مرحمت می کند. و حسن سیره، باید سیره او و رفتار او رفتار نیکی باشد با دیگران. و اظهار العدل، عادل باشد و عدالتش را اظهار کنه، عدالتش را نشان بده به دیگران. صاحب علم باشد، علم به کتاب و علم به سنت. این همه اموریه که بر علیه خود ابو بکره. و العلم بالکتاب و سنت، باید به کتاب و سنت آگاهی داشته باشد. مع الزهد فی الدنیا، در دنیا زاهد باشه، میل به دنیا نداشته باشه، به خاطر دنیا با امر خدا مخالفت نکنه. و قلت الرغبت فیها، کم رغبت باشد نسبت به دنیا، علاقه به دنیا نداشته باشه. و انصاف المظلوم من الظالم، از راه گرفتن حق مظلوم از ظالم، حالا این ظالم چه قریب باشد چه بعید باشد. ثم سکت، بعد ساکت شد. ابوبکر خدمت امیر المؤمنین عرض کرد شخصی که
این صفات و ویژگی ها را داشته باشد، این میتوند منصب خلافت را به دوش بگیرد. امیر المومنی بهش خطاب فرمودن ان انشدک بالله، تو رو به خدا قسمت میدم یا ابا بکر، افی نفسک تجد هذه الخصال ام فیه، این خصلت هایی که تو گفتی تو را به خداوند قسمت میدم این خصلت ها در توه یا در منه، کی دارای این ویژگی هاست، کی دارای این خصلت هاست؟ قال بل فیک یا ابا الحسن، عرض کرد ابابکر به امیر المؤمنین ای آقا یا ابا الحسن، همه این خصلت ها در وجود مبارک شما موجوده، کاری به من نداره. مجدداً حضرت بهش فرمودن اون شده که بالله، تو را قسمت میدم به خدای عز و جل، انا المجیب لرسول الله صلی الله علیه و آله قبل ذکران المسلمین، ام انت، اول کسی که اجابت داد، پاسخ مثبت داد به دعوت پیغمبر اکرم، آیا من بودم یا تو بودی؟ کدوم یک از ماها زودتر پاسخ داد و لبیک گفت به دعوت رسول الله؟ قال بل انت، عرض کرد آقا شما بودی، شما اول مجیب و اجابت دهنده به دعوت رسول الله بودی. حضرت فرمودن فانشدو کب الله، قسمت میدم به خدای عز و جل، انا وقیت رسول الله صلی الله علیه و آله بنفسی یوم الغار ام انت، شب لیلت المبیت، در لیلت المبیت کی جان خودش را فدای جان رسول الله کرد و در بستر رسول الله خوابید و آیه قرآن در شأنش نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، من بودم یا تو بودی؟ عرض کرد بل انت، شما بودی، جانت را فدای آقا رسول الله کردی در لیلت المبیت. فرمودن انشدو کب الله علیه الولایت من الله مع ولایت رسول الله فی آیت زکات الخاتم، اون جایی که خدای عز و جل فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که آیه خاتم بخشی امیر المؤمنین علیه السلام، و ولایت امیر المؤمنین را در کنار ولایت رسول الله قرار داده از خداوند. حضرت می فرمان این آیه ولایت درباره منه، درباره توه، درباره چه کسیه؟ علیه برای من است این ولایت در کنار ولایت رسول الله، املکه، عرض کرد بلکه، مال من نیست، صاحب ولایت مطلقه شمای ابوالحسنی، نه من ابوبکر. فرمودن انشدک بالله انا المولا لک و لکل مسلمین به حدیث النبی صلی الله علیه و آله یوم الغدیر ام انت، روز غدیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره چه کسی فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، آیا این ولایت بر هر مرد مسلمان و بر هر زن مسلمان، این ولایت مال منه یا مال توه، مال چه کسیه؟ مگر تو نبودی گفتی بخین بخین لکه یا ابوالحسن یا علی، قد اصبحت الیوم مولای و مولا کل مسلم و مسلمه. در جواب پاسخ داد بل انت، نخیر آقا این منصب مال شماست، منصبه ولایت بر هر مرد و زن
مسلمان. فرمودن ان شدو که بالله علی الوزارتو من رسول الله صلی الله علیه و آله و المثل من هارون من موسی املکه. آیا منصب وزارت را، وزارت رسول الله را کی دارد؟ من دارم یا تو داری؟ کیه به منزله هارون از موسی است؟ و پیغمبر اکرم فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی. این فرمایش آقا رسول الله درباره منه یا درباره توه؟ عرض کرد ولک یا ابوالحسن. فرمودن فانشدک بالله ابی برز رسول الله صلی الله علیه و آله و به اهل بیتی و ولدی فی مباهلت المشرکین من النصارا ام بک و به اهلک و ولدک. آیه مباهله روزی که پیغمبر اکرم اهل بیتش را آورد در میدان مباهله با مشرکین، آیا این آیه مباهله درباره من و اهل بیت من و فرزندان من یا درباره تو و فرزندان تو و اهل تو؟ عرض کرد بکن یا ابوالحسن امیر المؤمنین. پیغمبر اکرم امیر المؤمنین رو برد در میدان مباهله، حضرت زهرا رو برد در صحرای مباهله، امام حسن و امام حسین رو برد. فرمودن فانشد که بالله علی و اهل بیتی آیت تطهیر. آیه تطهیر در شأن کیه که خدای عز و جل فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. جنس رجس و پلیدی را از وجود پاک و مطهر اهل البیت، آن را خدای عز و جل منتفی کرده و مرتفع ساخته. آیا این آیه تطهیر برای من علی ابن ابی طالب و برای خانواده و فرزندان منه یا برای توه و اهل بیت توه؟ ابا بکر عرض کرد لکه و لأهل بیتی که این آیه در مورد شماست و در مورد اهل بیت شماست، یعنی حضرت زهرا و وجود مبارک امام حسن و امام حسین علیهم السلام. فرمودن فانشدو که بالله، تو رو به خدا قسمت میدم انا صاحب هذه الآیه ام انت یوفون بالنذر. این آیه در سوره مبارکه ابرار خداوند میفرمایند یوفون بالنذر، به نذرشون وفادارن. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، از روز قیامت خوف دارن، ترس دارن. آیا این آیه در شأن تو ام در شأن منه؟ الکه هذه الآیه ام لی؟ حضرت فرمودن بل انت، نخیر، این آیه در شأن شماست و برای شماست. خب چگونه یک کسی معترفه به این که آیه تطهیر در مورد امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی به اعتراف ابا بکر امیر المؤمنین دارای مقام علم و دارای مقام عصمت به همین آیه. چگونه یک کسی که خداوند امضا کرده علم او را و امضا کرده عصمت او را، تو او را کنار میگذاری و خودت را جای او قرار میدهی و منصب او را غصب میکنی؟ چگونه، با چه جرأتی تو این کار را میکنی؟ اگر بگی اجماع بوده، مسلمین اتفاق کردن بر تو، آیا امیر المؤمنین علیه السلام جزء مسلمین نبوده؟ آیا سلمان، مقداد، ابوذر اینا جزء مسلمانان نبودن؟ اجماع یعنی اتفاق کل فی الکل، یعنی اگر تعداد مسلمین اون زمان 10,000 نفر باشن، اگر همه این 10,000 نفر همشون
اگر اجماع کرده باشند بر خلافت ابوبکر این حرف درست بود، در حالی که چنین اجماعی هرگز محقق نشد. این چه اجماعیه که جزء اون اجماع امیرالمؤمنین نیست، حضرت زهرا نیست، امام حسن، امام حسین نیستند، سلمان نیست، مقداد نیست، اوازر نیست. بعد فرمودند فانشدك بالله انت الفتى الذي نودي من السماء لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي ام انا. این گفته جبرائیل، گفته منادی آسمانی که ندا سر داد و همه ندای او را شنفتن و شنیدن، که گفت لا سیف شمشیر جز ذوالفقار نیست و جوان مردی جز علی ابن ابی طالب نیست. این درباره تو یا درباره من؟ عرض کرد بل انت، این درباره شمای علی ابن ابی طالب. باز در ادامه فرمودن فانشده که بالله انت الذی ردت له الشمس. رد شمس برای کی بوده؟ وقتی که بنا بود نماز قضا بشه و به خاطر اینکه نماز قضا نشه، آفتاب از نو برگشت برای امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت نمازشون رو در وقت خوندن. فرمودن این مسئله رد شمس برای تو بوده یا برای من بوده؟ عرض کرد یا ابوالحسن این درباره تو بوده. و در پایان اشاره میکنن به همون مطلبی که بحث ما درش هست. بهش فرمودن فانشدک بالله انت الذی سبقت له القرابه من رسول الله هم انا. کی نزدیک رسول الله؟ کی در نزدیکی به رسول الله سبقت گرفته است از دیگران؟ تو فقط دختر دادی به رسول الله، من هم عموزاده پیغمبر اکرمم، هم داماد پیغمبر اکرمم، هم از عشیره و قبیله پیغمبر اکرمم و بزرگ شده پیغمبر اکرم منم و اول کسی که ایمان آورده به پیغمبر اکرم این من بودم. او هم اعتراف بکند بل انت، نخیر شما هستی، از همه به رسول الله نزدیکتر هستی. بنابراین حضرت زهرا علیه السلام میفرماید از جمله فضائل مولای متقین امیر المؤمنین علیه السلام، از جمله فضائلشون اینه که قریب بودن به آقا رسول الله. بله، بسیار ممنون و متشکرم. شنیدن فضائل هست امیر علیه السلام بسیار شیرینه و انسان دوست داره ساعتها بشینه و پای این منبر علوی و از فضائل حضرت گوش جان بسپره و لذت ببره. اما حیف که وقت ما به پایان رسید در این قسمت، و باید میان برنامه رو تقدیم بینندگان عزیز بکنیم و به استدیو برگردیم و انشالله پاسخگوی سوالاتشون باشیم. انشالله تقدیم شما میکنیم میان برنامه رو و به استدیو برمیگردیم. با ما همراه باشید.
عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت همه شما سروران و عزیزان و ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. اولین سوالی که بیننده محترم پرسیدن این هست که دختر خانم باکره‌ای که سن او بالاتر از 30 سالگی هست و آیا برای امر ازدواجش بایستی از ولی خودش، حالا پدر یا جد پدری خودش، اجازه بگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمان چون این باکره است حتی اگر مستقل زندگی کنه و در امور خودش مستقل تدبیر امر زندگیش با خودشه، نه با پدر و جدشه، با اینکه مستقله اما چون باکره هست در مسئله ازدواج، چه ازدواج دائم چه ازدواج موقت، نیاز به اذن ولیش هست، یا باید از پدر یا باید از جد پدری اذن داشته باشد در خصوص امر ازدواج. چرا؟ برای اینکه باکره است. بله. دومین سوال این هست که آیا بوسیدن دست و پای پدر و مادر جایز هست؟ این کار هم جایزه هم دارای فضیلت و یکی از بهترین اموری که انسان را مقرب میکنه به خدای عز و جل و از مصادیق احسان به والدین. خدای تبارک و تعالی میفرماد و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا. یکی از مصادیق احسان به والدین این است که انسان تواضع کنه، نهایت خشوع و تواضع را در برابر والدینش داشته باشه و دست و پای اونها را ببوسه. و بزرگان ما به مقامات نرسیدن الا به خاطر احترام به والدین و احسان به پدر و مادر. بیننده عزیز دیگری پرسیدن که اگر کسی تکبیرت الاحرام را به صورت نادرست بگوید حکم نمازش چه هست؟ تکبیرت الاحرام از واجبات نماز. اگه کسی تکبیرت الاحرامش را، یعنی الله اکبر شروع نماز را غلط بگه، خب این نمازش باطله، نمازش درست نیست. باید الله اکبر را درست بگه الا اینکه نتونه درست بگه، یعنی زبانش جوریه که قدرت درست گفتن را نداره. حالا اون معذوره، اون عذر داره، اونی که نمیتونه و عاجزه. اما کسی که عاجز نیست و میتوند مسئله را هم یاد بگیره، بنابراین اگر نره یاد بگیره و الله اکبر را در ابتدای نماز اون را غلط بگه، 100% نماز او باطله، باید نماز را اعاده کنه. بله. در خصوص خالکوبی بر روی بدن پرسیدن. فی نفسه خالکوبی اشکالی نداره الا اینکه اگر در ظاهر باشه، اگر بناس این مانع رسیدن آب به بدن بشه برای وضوع و برای غسل ضرر داشته باشد، از این جهت این جایز نیست. خالکوبی که مانع رسیدن آب به بدن بشه، اگر این خالکوبی زیر پوست باشه ایرادی نداره. نکته دیگر این است که اگر زن در صورتش یا در دستش در بدنش خالی بکوبد، این زینت حساب میشه. وقتی زینت حساب شد نباید این زینت رو نشانه نامحرم ها بده، یعنی اگه دستهای این زن خال کوبی شده باشد باید حتما در برابر نامحرم دستکشی چیزی بپوشه، زیر عباش چادرش دست خودش را پنهان کنه. ظاهر کردن زینت برای نامحرم ها این روا نیست، جایز نیست. بله. آیا حجامت برای خانم ها جایز هست؟ یکی از بینندگان محترم پرسیده. بله، به شرط اینکه خانومی خانوم دیگر را حجامت کنه. اما اگر زن بخواد یا خانوم بخواد بلد نزد مرد و او را حجامت کنه، این درست نیست، این حرام قطعاً. همچنین برعکس، اگر مردی برد نزد یک خانوم که خانوم او را حجامت کنه، چون حجامت مستلزم چیه؟
مستلزم نگاه کردن به بدن نامحرمه. بله. و مستلزم لمس بدن نامحرمه. بنابراین در اون صورت هم جایز نیست. فقط یک صورتش جایزه و آن این است که زن نزد زنی او را حجامت بکنه و مرد هم باید نزد مرد حجامت بشه. بله. یکی از بینندگان محترم پرسیدن که آیا پوشیدن مانتوی گشاد که تمام بدن را بپوشاند به جای چادر و عبا جایز هست؟ اون چه در اسلام مهمه رعایت حجاب کامل، یعنی باید لباسی بپوشه، حجابی داشته باشه که بدن زن را از موی سر تا انگشتان پا کاملا این بدن را بپوشونه و جوری باشد این لباس لباس تنگی نباشه که زیبایی های بدن را ظاهر کنه که موجب تحریک بشه، نه، یک لباس گشادی باشه. و بهتره بهترین حجاب که حجاب قرآنیه همون چادر و همون عبا، چادر در فارسی، عبا در عربی، که قرآن کریم از آن به جلباب تعبیر کرده. جلباب یک پارچه سرتاسری بوده که این پارچه سرتاسری تمام هیکل زن را و تمام بدن زن را کاملا از دید نامحرم می پوشونده. درست. یکی از بینندگان پرسیدند که چرا شیعیان اهل بیت علیهم السلام زیاد امام حسین علیه السلام رو یاد میکنند و برای ایشان اینقدر عزاداری میکنند و حسینیه میسازند و هیئت تأسیس میکنند به نام آقا امام حسین علیه السلام؟ اهمیت شیعه ها نسبت به قصه امام حسین سلام الله علیه این چند تا علت داره، چند تا دلیل داره. اولا فرمان خود رسول الله، دستور خود ائمه هدا علیه السلام، بر حدیثی از امام صادق علیه السلام به جناب فضیل ابن یسار، امام صادق میپرسند یا فضیل اتجلسون و تحدثون، آیا شما مجلس میگیرید و در اون مجلس احادیث ما را با هم گفتگو میکنید، میگویید و میشنوید؟ فوزیل در جواب عرض کرد نعم جعلت فداک، جانم فدای شما باد، بله ما چنین مجالسی داریم. امام صادق فرمودن ان تلک المجالس احبها، من اون مجالس را دوست می‌دارم. و چیزی که امام صادق دوست می‌داره پیغمبر دوست داره، خدا دوست داره، امیر المؤمنین دوست دارن. فاحیو امرنا، امر ما را احیا کنید. مسئله اقامه عزا و مجلس برای امام حسین درش احیای امر اهل البیت علیهم السلام که می‌فرماید فرحیم الله من احیا امرنا، هر کس امر ما را احیا کند و مجلس بگیره ولو مجلس مختصر کوچک برای امام حسین علیه السلام، این درش احیای امر اهل البیت علیهم السلام. علامه مجلسی رضوان الله علیه در بحار الانوار جلد 44 این حدیث شریف را نقل کرده. دیگر اینکه گریه بر امام حسین سلام الله علیه و اقامه عزا برای امام حسین، این تایید کار امام حسینه، یعنی با این کار، با گریمون و با عزاداریمون، شیعه ها با این کارشون نشون میدن که به اهل عالم نشون میدن که ما طرف امام حسینیم، طرف یزید نیستیم. اونی که عزاداری نمیکنه، گریه نمیکنه، یعنی این کار با امام حسین نداره، این رابطه در لشکر غیر امام حسین علیه السلام. و دیگر اینکه عزاداری برای امام حسین، این عزاداری برای تمام اهل البیت علیهم السلام. چرا؟ چون پیغمبر عزادار امام حسین بوده، امیرالمومنین عزادار امام حسینه، امام حسن، حضرت زهرا عزادار امام حسینه. بنابراین وقتی برای امام حسین ما مجلس گرفتیم که انه برای پیغمبر مجلس گرفتیم، که انه برای امیرالمومنین و حضرت زهرا مجلس گرفتیم،
و مصیبت امام حسین علیه السلام یک مصیبت استثنایی است در کل عالم وجود و هستیه، مثلش و نظیرش نیست. الوتر الموتور، وتر است امام حسین تک و فرد است در این مصیبت، و مصیبتش عظیمترین مصیبت ها در آسمان برای اهل آسمان و در زمین برای اهل زمین. لذا شیعه ها هیچ وقت یاد و ذکر امام حسین را فراموش نمی کنند به خاطر این ادله‌ای که عرض کردم. بله، بسیار ممنون و متشکرم از شما. انشاءالله که خداوند توفیق بده در زندگیمون رنگ و بوی حسینی بگیریم، انشاءالله. و انشاءالله توفیق باشه که در ماه‌های آتی که پیش رو داریم آماده بشیم برای ماه محرم که ماه عزای سید الشهدا علیه السلام و حزن آل الله هست. ممنون از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. این برنامه هم به پایان رسید. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم و آرزو میکنیم فرج مولامون صاحب الامر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. يا علي مدد، خدا حافظ شما.